در حالی که در مقالات مختلف در مورد معادن طبیعی افغانستان بررسی‌ها، تحلیل‌ها و مطالعات نشر می‌شود و روی موجودیت منابع غنی طبیعی در افغانستان که ارزش آن بالغ بر 1 میلیارد دلار و یا بیشتر ارزیابی شده است، معلومات ارائه می‌گردد، ولی تاکنون اکثر منابع افغانستان بهره برداری نشده و یا در پروسه طویل مطالعات و بررسی و مزایده قرار دارند. شرح بیشتر اهمیت استخراج معادن افغانستان را در عرصه بهبود اقتصاد آن کشور از مهمان این ساعت برنامه شنویم. آقای محمد رفیق صدیقی، سخنگوی وزارت معدن پترولیم با ما هستند. آقای صدیقی سلام بر شما، ممنون از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین. قبل از اینکه ما بپردازیم به این موضوع، امروز نشستی در کابل بود که در او وزارت معدن و مقامات ارشد دیگه من جمله بانک‌های افغانستان حضور داشتند. بفرمایید که روی چه موضوعی این نشست تدویر یافت، چه ربطی به معدن داشت؟ بسیار تشکر. سلام عرض ادب خدمت شما، همکاران تکنیکی و بینده های معزز شما. تشکر. نشست امروزی آنچه که بر پیرامون معادن بست بود، 4 مسئله اساسی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان برنامه هایی که می تواند نقش ملموس و سازنده روی تقویت شفافیت در حوزه قراردادهای معادن، بستر مناسب ایجاد کردن برای که مردم هم سهیم باشند و بدانند که بالای سرمایه های ملتشان چه میگذره و آن چیزی که میگذره آیا برآمده از یک دید تکنیکی میاری و با یک سنجش عقلانی است، یا اینکه در یک نابینایی محض تصمیم گرفته میشه. که امروز وزیر صاحب معدن در نشست 4 راهکار عمده را جهت رسیدن و یا استفاده بهینه از معادن مطرح ساختند. میکانیزم یا راهکار نخستشان ایجاد شورای مدیریت انکشاف معادن و پترولیم بود که در این شورا متخصصین، محققین، پژوهشگران، عمی از نماینده های از سکتور اقتصادی در حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و توده های مردم که اظهار علاقمندی داشته باشند یا خواهان علاقمندی در اشتراک در چنین شورا باشند، چنین شورای برگزار میشه و هدف از این شورا ایجاد یک دورنمای واضح و روشن برآمده از نظریات متخصصین در تفاهم با توده های مردم که حداقل ما ارزش واقعی را برای مردم راست. بله، با عرض معذرت که من صحبت شما را قطع میکنم، به نظر میرسه که بیشتر این صحبت ها همیشه در مرحله صحبت باقی مانده، صحبت از سهیم بودن مردم، صحبت از مشترک المنافع بودن پروسه استخراج معدن، یک امر طبیعی است که باید حکومت خیلی قبل روی از او متمرکز می بود و واضحا معدن یک کشور باید به نفع ملت استفاده شود. ولی به نظر شما چرا در طول بیش از یک دهه از آغاز یک حکومت تازه در افغانستان فقط استخراج معدن در عرصه صحبت باقی مانده و معدنی که به مزایده هم گذاشته شدن مثل معدن مس عینک که چین در او شامل است هم هیچ گونه دستاوردی را در عرصه استخراج و آغاز پروسه از او نداشته؟ چرا این پروسه تا این حد کند و بتیست؟ باور ما متفاوت تر است. باور ما ایست که در یک دهه پسین کارکرد وزارت معدن و پترولیم نسبت به تاریخ تمام تاریخ گذشته افغانستان بی‌نظیر بوده. درست است که ضعف ها وجود داشته، ولی ضعف ها در تناسب بر دستاوردها میزانش صفر بوده. مسئله شورا و ای که سهیم شدن مردم هیچ زمان در صحبت باقی نمانده، بل شما حتما در جریان هستین و مستحضر هستین که در تمام قراردادهایی که تا امروز پیرامون معادن میشه، کمیسیون ها و کمیته های مختلف که از جمله میشه من به شما کمیته IMC را و شورای محترم وزیران و همین گونه پارلمان افغانستان که در قانون جدید تسجیل شده به عنوان کدهایی بسازیم که به نمایندگی از مردم میتونن سهیم باشن پیرامون قضایای معدن. اما این شورا یک دید جدید هیئت رهبری موجود و جدید وزارت معدن است و این شورا میتونه که با ترکیب از متخصصین و محققین همین گونه
کارگزاران حکومت بله. که نسبت به معادن مسئولیت داره بله. و همچنان توده های مردم خان اشتراک باشه، یک گام استوارتر نسبت به گذشته باشه. یک مسئله دیگر هم با استفاده از بله. فرصت شریک می سازم که جدی است بر وزارت معادن و پترولیم. امروز در نشست که برگزار شد، وزیر صاحب معادن راهکار اقدامات جدی برای دوچندان شفافیت و تأمین شفافیت در حوزه قراردادهای معادن نیز مطرح ساختند که اقدامات جدید ما در چارچوب و قانون موجود به زودترین فرصت و شاید هم در ماه پیشرو از سوی وزارت معادن پترولیم با رسانه ها به عنوان پل ارتباطی با مردم شریک خواهد شد. بله، ممنون و تشکر از حضورتان آقای صدیقی، وزیر که جزئیات نشست امروز برای بیننده ها تشریح دادن. موفق باشین، تشکر.